یکی از مواردی که در عصر ما وجود داره قضیه تربیت نفسانیه که باید هر مسلمان به این قضیه خیلی اهمیت بده و خود را تربیت کنه. حال تربیت فرد مسلمان به ذاتی خود به خود فرد نمیشه، بلکه باید یک سری عوامل خارجی وجود داشته باشه، یک سری عوامل اهم از انسانی و غیر انسانی که برای تربیت از این فرد مسلمان اینا تأثیر گذار باشه. پس در اولین وهله که ما و شما یا بعضی دیگه شاید نام تربیت رو میشنون، به این فکر میافتن که شاید تربیت به معنای از اینه که طفلی که در جمعه نتونه از خود دفاع کنه و توان صحبت کردن نداشته باشه. پس میگن طفلی که در محفل توان صحبت کردن ندیش و آرام بود، ای با تربیته. یا اون فرد چرب زبانی که به ظاهر کلمات شنی و قبیح و بد و زشتر بیان نمیکنه اما تربیت درونی نداره، خیلی ها میگن این فرد با تربیه. اگر خواسته باشین خلاصه کنین، تربیت رو خلاصه میکنن به تربیت قولی. میگن فردی که صحیح و درست گپ زد و ادب رعایت کرد او تربیت داره. ما این رد نمیکنیم، این هم در ذیل تربیت داخل میشه، اما تربیت یک مفهوم وسیع تری داره که به معنای کشف و رشد یک سری استعدادها و پتانسیل هایی که در انسان وجود داره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خب بی خود نمیفرمایند که الناس و معادن که معادن الذهب و الفضه. این خیلی یک گفتار نغز و به جایه. انسان ها معدنن، اینها استعدادهای از اینا باید شگوفا بشه، یعنی در استعداد از اینا باید دو مرحله طی بشه. اول این استعدادها شگوفا بشه و کشف بشه و بعد این استعدادها رشد بشه. همین پروسر تربیت میگن. اگر خواسته باشیم واضح تر بگیم، انسانها مملو و مشحون از استعدادن. همین استعداد که کشف شد و رشد داده شد، این انسان با تربیه میشه. اما این رشد و کشف دادن استعدادهایی که در فرد نهفته، این نیاز به دو عنصر اصلی و اساسی و مهم داره. اول وجود مربیان با خبره و با تجربه. یک سری انسانهای موفق و با تجربه ترندیده کارکشته باشن که بتوانن افراد دیگر تربیه کنن. یک دوم، یک فضای بسیار مناسب تربیتی. اگر فضا تربیتی نباشه، فضای خانه، فضای کلاس و سن، فضای دکان، فضای پوهنتون و فلان و فلان و لیلیه، اگر تربیتی نباشه، وقت ولو که مربی خیلی یک مربی قوی هم باشه، نمیتونه برای متربی خود، برای کسی که میخواهد تربیه بگیره، نمیتونه تأثیر بگذاره. پس این دو چیز در کنار هم لازمه، وجود مربی و فضای سالم و تربیتی. اصلا اگر بیایم بعد از اینکه شخص خود خور تربیه میکنه، از بد و تولد انسان نگاه بکنین، وقتی که انسان یا همو طفل متولد میشه و تولد میشه، از همو آوان طفولیت باید بستر تربیت را فراهم بکنیم و او تربیه اسلامی باید بکنیم. اگر طفل از کودکی و از دوران طفولیت بیپروا بار بیایه، تا با آخر عمر هم بیپروایه. اگر مسئولیت نشناس باشه و بار مسئولیت را نپذیره، تا آخر عمر هم همین رقم ادامه داره، چون تغییر عادات بسیار زیاد مشکله و بسیار زیاد محال. در بحث ای که چی رقم یک طفل خورما بتونیم تربیت بکنیم، اقوال زیاده، کما این که روانشناس ها بسیار زیاد در این بخش اقوال مختلفی دارن، اما بهترین اقوال را ما میخواهیم به بررسی بگیریم. ای که یک طفل و یک کودک از آوان طفولی چی رقم تربیت بکنیم، تا ای که بعدش این طفل و این کودک در مرحله نوجوانی پا میگذاره و بعد از اون مرحله نوجوانی رو تمام میکنه و مرحله و لول و استپ بعدی یعنی جوانی پا میگذاره، با اینها چی رقم برخورد بکنیم. هر کدام از این کتگوری های مخصوص از خود خود یک روانشناسی مخصوصی داره و همو یک استایل مخصوصی داره و باید به همو طریق همراه از او صحبت بشه و به همو طریق به همراه از او برخورد بشه. مانندی که با طفل نباید پرخاشگرانه صحبت بشه. اگر ما همراه از او پرخاشگری بکنیم، او هم همراه خواهر خودتر خو و یا برادر خودتر خو پرخاشگری میکنه و یا ای که به کوچه و بازار بره، شروع میکنه به پرخاشگری کردن،
چون همو تربیر او ضبط کرده در حافظه خو و فکر میکنه پرخاشگری یعنی کار خوب، یعنی انسان نمیتونه کلون بشه و زنده باشه مگر اینکه باید پرخاشگر باشه. ضابطه و حافظه ذهن از او همی عمل و همی عکس العمل را ضبط میکنه. اگر ما در خانه نماز بخوانیم، طفل مشغول به نماز خواندن میشه. اگر همیشه هم مغم پدر و مادر خانه پول و دارایی و وسایل معیشتی زندگی باشه، طفل هم به همو قسم بار میایه، اصلا با اعمال معنوی سر و کار نداره، بلکه هم مغم از دنیایه و به همو طریق تربیت میشه. از این خاطر فضای تربیتی همو رقم که شما گفتین سویل جان، از آوان طفولیت و کودکی باید برای کودک و طفل مزین بشه به شکل تربیتی و ساخته بشه. حقیقتا وقتی در مورد تربیت انسان صحبت میکنیم، قضیه مهم که در کنار از این که فضا مهم باشه و مربی و متربی وجود داشته باشن، از همه مهمتر باز برنامه تربیتیه. چی رقم یک برنامه باشه که ما بر مبنای از این برنامه و بر اساس از این برنامه انسان تحت دوران تربیت قرار بدیم، بهور به یک فرد تربیت یافته مبدل بکنیم. خب طبیعتا برنامه ها میتونه در زندگی خود خو هر کدام برنامه های بشری با نشأت از ذهن بشری جوانب متفاوت زندگی انسان را در خود خو اختصاص داده باشند. کسای آمده باشند جنبه مادی در نظر گرفتن و باز جنبه روحانی و معنوی انسان را کنار گذاشتن، باز کسان آمدن جنبه معنوی را گرفتن و باز به جنبه مادی انسان و به جنبه جسمی و بدنی انسان ارزش و اهمیت قائل نشدن و او را رمته رها کردن. حالا پس اما از همه مهمتر اصل و اساس یک برنامه ای باید باشه که قبل از ارائه کارها و اعمال برای انسان، برای تربیت قرار دادن از او، باید طبیعت انسان رو درست شناخته باشه. یک برنامه وقتی مؤثر میتونه واقع باشه که بر اساس فطرت و طبیعت و ماهیت خود انسان باشه. هر برنامه ای که خلاف فطرت و ماهیت انسان بود، او برنامه موفق نیست و به هیچ عنوان نمیتونه انسان رو به یک فرد تربیت یافته در زندگی مبدل بکنه. پس این قضیه اولی و اساسی است. انسان خود را نمیتونه بشناسه بهتر از او کسی که او را آفریده. به همین خاطر مفسرین، دانشمندان اسلامی وقتی که برنامه اسلامی قرآنی ارائه میکنن برای تربیت انسان و او نسبت به دیگران بهتر و به مراتب با ارزشتر و با اهمیتتر تلقی میکنن، به این معنی که خداوند انسان را خلق کرده و فطرت و ماهیت و طبیعت از او آشنایه، آمده برنامه برای از او معرفی کرده. برنامه زندگی تو این رقم و برنامه تربیتی تو این رقم. این قانون اول برنامه تربیت انسان که در اساس و در تطابق با خود فطرت انسانه. قضیه دوم و از همه مهمتر اینه که برنامه وقتی میتونه که انسان رو به اهداف تعیین شده با سهولت بیشتر برسونه، که طبیعت تدریجی بودن و قانون تدریجی بودن تغییر در زندگی انسان رعایت کرده باشه. تغییر و تربیت یک شبه اتفاق نمیفته. یک فرد که از خود خصائصه زشت اخلاقی داشته، اونا یک شبه تبدیل به خصائص پسندیده اخلاقی نمیشه. کسی که عادت به دروغ گفتن و غیبت کردن و کار نادرست انجام دادن داشته، اون نمیشه که به یک شبه امر تغییر بده و بعد از به یک فرد نیکویی در زندگی خود خود مبدل بشه. به همین اساس این دو مؤلفه میتونن که اساس و بنای مبنای برنامه تربیتی انسان قرار بگیره. اما قسمه اصلا یک اصطلاحی که ما شما هم او به برنامه خود کار گرفتین، اصطلاح مربیه. مربی یعنی تربیه کننده. این تربیه کننده عامه، گاهن تربیه کننده پدر و مادره، گاهن تربیه کننده قرآن کریمه، یعنی بالوسیله الله متعال تربیه میکنه. باید مربی اگر پدره، اگر استاده، اگر رفیقه، اگر دوسته، اگر یک شیخ و دکتوره، هر کی هست، ای باید بفهمه که این مربی یک معالجه. شما ببینین کسی که یک مریضی جسمی و ظاهری داره و میره به پیش طبیب معالج و او در بستر مریضی میخوابانه، او بستر میکنه، دقیقا در این حال قضیه تربیت هم میرغمه و چه با ساکیت سختره.
انسانی که دوچار مریضی باطنیه، دوچار حسده، دوچار بخله، دوچار کینه، دوچار عداوته، دوچار کذبه، دروغه، غیبت، افتراه، بهتانه، اینا هم مریضی های اصلی و اساسی برای قلبه. انسانی که دوچار از اینا هست، مربی کار از او از دکتر معالج ظاهری سختره. این باید در بستر تربیت بخوابانه و این بستر کنه و باید این معالجه کنه. اما باید این مربی یک سری مواصفات داشته باشه. اولین صفاتی که باید مربی داشته باشه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که مربی مربیان هم بودن این مواصفات را داشتن و حال که مربی میخواهد بغیر تربیه کنه باید این مواصفات را داشته باشه. اولین از این صفات اینه که نرم خو باشه، بشاش لبخند خیلی تر و تازه و با تراوت باشه، وقتی که متربی خور میبینه خوشحال باشه و به صورت از او بخنده و با پیشانی گشاده و چهره باز به طرف از او استقبال بکنه. الله متعال همی قضیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رمز موفقیت از اونا دانستن. الله متعال میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای محمد، اگر تو سخت دل و درش روی و بد اخلاق می بودی، این متربیان تو، اصحاب و کسانی که بعد از اصحاب می آمدن، اینا از ماحول تو دور می شدن. پس مربی باید خیلی با تبسم باشه، خوشحال باشه، بشاش باشه و متربی خود با آغوش بگیره. قضیه دومی که خیلی مهمه اینه که رفتار و گفتار مربی باید با هم همسان باشه. اصلا همسانی رفتار و گفتار مربی یک ضرورت اصلیه. نباشه که مربی به منبر وعظ گپای پرتمطراق زیادی بزنه ولی این گپای زیاده از او تأثیری نگذاره. چرا؟ چون خود از او عمل نمی کنه. الله متعال میگه تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. شما مردم رو به نیکی میخواین و خود رو فراموش میکنین. پدر خانه اگر دوست نداره طفل از اون نماز چی کنه ترک کنه، باید خود از اون نماز بخونه. اگر دوست نداره که طفل از اون بدزبانی کنه، باید خود از اون بدزبانی نکنه. مادر خانه اگر میخواد که فرزند از اون یک شخصیت منظم باشه و یک فرد با نظم باشه، باید به امور خانه رسیدگی کنه، لباس ها رو به جای از اون بگذاره، داخل خانه خدای نخواسته کثیف نباشه. و مورد سومی که باید رعایت بکنه مربی اینه که سعه صدر داشته باشه و اگر خدای نخواسته متربی از او دچار یک قفلت شده، مرغمی که ایدیسشان گفتن، این قضیه پروسه تربیت یک پروسه دوامداره. این یک شبه اتفاق نمیفته که مربی بخواه به یک شب فرد متربی خود تربیت کنه. حال در وقت و پروسه تربیت اگر متربی خدای نخواسته دوچار یک قفلت میشه، دوچار یک بیت خبری میشه، دوچار یک اشتباه میشه، چی طفل باشه چی جوان باشه، این باید سعه صدر داشته باشه، رقم از این اشتباه از این فرد استفاده کنه که هم پند برای از او بشه و هم دیگه کار نکنه و از این درس عبرت برای خود متربی بگیره. اصلا سوی جان، من میخوایم دوباره پس به هم مبحث بستر تربیت کودکان اشاره بیاندازم. همون رقم که شما ذکر کردین، باید شخص مریض وقتی که پیش دکتر میره او به بستر بیماری بخوابانه و او تداوی بکنه، اگر یک قضیه دیگر متوجه شده باشیم، حتما میبینیم وقتی که مریضی زیاد اوج گرفته باشه پیش دکتر بریم، دکتر میگه که کاش اول وقت مراجعه میکردیم. یعنی وقتی که مریضی کوچک بود خیلی راحت میتونست تداوی بشه. از این خاطر در ایام کودکی اگر ما فرد را تربیت بکنیم، در ایام نوجوانی ما مشکل نمیخوریم و اگر در ایام نوجوانی فرد را تربیت بکنیم، در ایام جوانی ما مشکل نمیخوریم. کما اینکه خیلی از پدرای امروزی رو میبینیم، جوان پسر اونا جوان شده با مشکل تربیتی خورده، یعنی مایوسن، میگن که ای کاش در ایام طفولیت من همیر این رقم تربیه میکردم، یک تجربه کسب میکنم، ای کاش این رقم میشد، ای کاش این رقم میشد. یعنی همگی پس ور میگردن به دوران طفولیت. در دوران طفولیت یکی از تربیه هایی که طفل ما باید او تربیه بکنیم اینه که طفل نباید خیلی ترس داشته باشه و باید اعتماد به نفس کامل داشته باشه. مانند یکی از داستان‌های از هشام ابن عبدالملک ذکر می‌کنند، در وقت از او 3 سال قحطی آمد و رئیس‌های قبایل رفتن به پیش امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین به دروازه‌بان گفت که
این رئیس های قبائل را اجازه بده و بچه ها هم اجازه بده. بین از اینا یک پسر 14 سال وجود داشت، قوی بچه ها هم اجازه بده. از ترس که هشام ابن عبدالملک به دل مردم انداخته بود، مردم نمیتونستن پیش از او برن و ابهتش میترسیدن، اما این پسر 14 ساله پا پیش میگذاره و میره. برای امیرالمؤمنین میگه یا امیرالمؤمنین، نشر کردن گفتن و پنهان کرد و سکوت کردن پنهان کردن و پیچاندن میباشه. من نشر کنم و شروع به سخن بکنم یا سکوت بکنم و بپیچانم؟ میگه بگو هر چی که میخوای. میگه 3 سال قحطی سخت مردم ما تجربه کردن. ما میخوایم بزی داستان اعتماد به نفس در واسه ابن حبیب رو نگاه بکنین که پسر 14 ساله چی قسم سخن میزنه و یک شخص مانند امیرالمؤمنین که وحدت داره. میگه که 3 سال قحطی سخت مردم ما تیر کردن. سال اول چربی ها ذوب شد، سال دوم گوشت ها خورده شد و سال سوم مغز های استخوان ها تکان داده شد. اگر این اموالی که به پیش شما از الله متعال، پس به بنده های الله متعال اونا رو بده. اگر از خود بنده های الله متعال، پس به مال های اینا رو بده. و اگر از شما نه، پس مال های خور به بنده های الله متعال صدقه کن، زیرا الله متعال مال های نیکوکاران و صدقه کنندگان را بی پاداش نمیگذاره و جواب میده. در اینجا که میگه والی به جیله و رعیت مانند روح در برابر جسده، پس جسد بدون روح زنده نمیمانه و رعیت بدون والی هم زنده نمیمانه یا والی بدون رعیت. از این خاطر امیرالمؤمنین از طرز سخن از این جوان شگفت زده میشه و بعد از اون برای وزیر خود میگه این پسر اصلا برای ما راهی نگذاشت و هزاران درهم صدقه میکنه و میده برای مردم، میده و برای اینا کمک میکنه. این همون اعتماد به نفسی که از خورتکی پسر به زود بار آورده شده. پسر 14 ساله به نام درواس ابن حبیب به جلوه و یک شخص مانند هشام ابن عبدالملک که امیر مؤمنان میباشه، این هم خیلی راحت میتونه سخنرانی بکنه، سخنوری بکنه، نمیترسه و مایوس نیه، ناامید نیه، حراس نداره و اعتماد به نفس کامل داره. حقیقتا در مورد تربیت وقت صحبت میکنیم، یک تربیت وقت میتونه که موفق باشه که تمام جوانب زندگی انسان رو در نظر گرفته باشه، اما قسم که قبلا گفتیم تربیه اسلامی یک تربیه که تمام جوانب زندگی انسان رو در نظر گرفته، با شناخت و با در تطابق و بر اساس همو فطرت و ماهیت و طبیعت خود انسان. یک از اون جوانب تربیتی خود برنامه اسلامی جنبه ربانی بودن این تربیته. به این معنی که انسان مسلمان اولین قضیه که در زندگی از او باید رعایت بشه ایمان به الله متعاله. اگر او ایمان به الله متعال نداشت، طبیعتا تمام این ارکان و به گفته های ما شما و به اصطلاح ما شما تمام این مؤلفه و شاخصه های دیگه برنامه هم میشکنه و نمیتونه مؤثر واقع بشه. به همین خاطر اولین و اساسی ترین جنبه خود برنامه تربیتی اسلامی جنبه ربانی بودن است. و میمونه که انسان و مسلمان باید به خداوند ایمان داشته باشه، اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل به جواره و احضار. این جنبه ربانی بودن برنامه تربیتی اسلامه. جنبه دیگه این تربیت جنبه عقلیه. به میمونه که خداوند و بر اساس قرآن و برنامه خود تربیت اسلامی به عقل، معرفت، فکر و به ذهن انسان هم ارزش و اهمیت قائل شده. انسان مسلمان برای از اینکه به معرفت دست پیدا بکنه بعد از عقل خود استفاده بکنه. در قرآن بارها و بارها خداوند یاد میکنه که در خلقت آسمان ها و زمین، در حرکت ابهار و ای ابرها در آسمان، همه اینها نشانه های برای اهل خرد، کسانی که خرد میکنن، فکر میکنن، تفکر میکنن. افلا تعقلون افلا تتفکرون، تمام از اینها نشان میده که انسان مسلمان باید در زندگی خود از عقل خود بهره بجویه و در کنار از او برای از اینکه به معرفت دست پیدا بکنه بعد داشته ها و داده های داخل از این عقل را افزایش بده، وسعت بده به داخل از این عقل خود خود با مطالعه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اولین قانون
و اساسی ترین قانون در برنامه تربیت اسلامی که به عقل احترام گذاشته، اقرا بسم ربک الذی خلق، برو بخون. بدون معرفت انسان مسلمان نمیتونه عبادت با مزه‌دار و با لذت داشته باشه. بدون معرفت خیلی از انسان ها نه تنها که تقوای درست نمیتونن داشته باشن، بلکه خود را خسته میکنن، نمیفهمن راهای درست کجای و راهای نادرست کجای. به همین خاطر جنبه عقلی تربیت هم در خود برنامه تربیت اسلام به از ارزش قائل شده. جنبه دیگه و از همه جوانب دیگه مهمتر جنبه اجتماعی بودن این برنامه تربیت اسلامه. در اسلام همه چیز اجتماعیه، اصلا انزوا و تگرایی و گوشه‌نشینی و رهبانیت جای نداره، همه چیز جمع. مثلا نماز میخوانیم در جمع، و مثل که در قرآن بارها و بارها یاد شده که شما با هم رکوع بکنید و با هم سجده بکنید، نماز بعد با جماعت ادا بشه. در کنار از حج یک عبادت جمعی، در کنار از زکات میدیم، به کی میدیم؟ به فقرا، رابطه برقرار میکنیم با فقیر. صدقه میدیم برای کی؟ برای فقیر، رابطه برقرار میکنیم با فقیر. به هیچ عنوان گوشه نشینی جای نداره. و از همه بهتر وقتی که خداوند متعال میگه انما المؤمنون اخوه، تمام کسایی که مسلمانان برادرن، دیگه از این قانون، از این ماده قانونی دیگه چی چیزی بهتر، با ارزشتر و با اهمیتتر و بزرگتر و عظیمتر میتونه که انسانها که بین از اونا میلیاردها کیلومتر فاصله وجود داره به هم پیوند بده؟ هیچ قانونی فراتر از این وجود نداره. این سه جنبه از جوانب برنامه تربیتی اسلام. همون قسمه. اگر خواسته باشم ای دوستان که یک پای جالب شما رو جنبندی کنم، خیلی گپ جالب بود، میتونیم اینا رو به ذیل و قالب انواع تربیت خلاصه کنیم. مسائلی که شما از عقل دادیم، از قلب و اینا، در کل ما دو قسم تربیت داریم به صورت عمومی و اصولی و اصلی. اول او تربیتی که رسمیه، رسمیه و جنبه امدیر با خود داره، یعنی قصدن فرد مربی تصمیم میگیره که در یک محیط خاصی به نام صنف و شاگرد و فلان و فلان شاگرد را تربیه کنه. همین روش های کلاسیک و یا روش های مدرن تعلیمی که ما و شما داریم از این قبیله. این میشه رویش تربیتی رسمی. و یکی دیگه رویش تربیتی غیر رسمیه. به نظر من این خیلی مهمتره. طفلی که پدر و مادر خود همیشه میبینه، پدر و مادر با رفتار خود دارن طفل رو تربیه میکنن به صورت غیر رسمی و غیر عمدی. این مهمتره. پس تلاش کنن پدر و مادرهایی که در خانه هستن که با رفتار درست خود طفل رو تربیه کنن. و یا از یک منظر دیگه میگن تربیت، یک تربیت بدنیه که فرد مسلمان خود را، بدن خود، جسم و جان خود را آماده کنه که حداقل بتونه وظایف روزمره خود انجام ده و در مقابل بیماری ها تاب داشته باشه. این تربیت بدنیه. بعد تربیت قلبیه. تربیت قلبی همی امراض درونی و باطنی را از قلب بیرون کنه. و بعد تربیت عقلیه. عقل خود و قوه تعقل و اندیشه و فکر خود را رشد بده. و این به وسیله چی میشه؟ امر که شما گفتید میشه به وسیله مطالعه. مطالعه که عقل رشد میده و مطالعه که عقل تربیت میکنه. و باز اگر خواسته باشیم این موضوع خلاصه تر کنیم، میگیم تربیت یک تربیت درونیه که این خیلی مهمتره، و یک تربیت بیرونیه. فرد مسلمان باید در تربیت درونی و تربیت بیرونی خود مصمم باشه و با عزم و اراده باشه. در ادامه سخنهای شما اگر سوهل جان اشاره بکنم، در قضایای تربیت میخوام در تربیت مرحله بعدی که تربیت نوجوانان باشه اشاره بکنم. تربیت در بخش نوجوانان و یا کودکان یک راهکارهای مخصوصی داره که باید از یک سن تا سن بعدی از همی استپ و از همی زینه بالا بره و به مرحله نوجوانی برسه. همانا مرحله نوجوانی تونل بسیار زیاد تاریک و خطرناکی می باشه که یک نوجوان می خواهی از او رد بشه. اگر چراغ در دست نداشته باشه، داخل راه های این تونل گم میشه و خود خور سرگردان میکنه و نمیتونه خود خور پیدا بکنه. اگر توسط الگو گرفتن و اگر توسط گرفتن دستان بزرگان چراغ به خود خجور بکنه و توسط از اونا راه رو برای خود پیدا بکنه، میتونه در مرحله جوانی به بسیار زیاد آسانی و همچنین خوش سعادتی راه پیدا بکنه و از این امتحان درست بیرون بشه. خیلی از جوانان شاید دیده باشین اگر
معتاد شده و یا اگر در راه کار اشتباه رفته از آوان دوران نوجوانی بوده، چون دوران نوجوانی شخص میگه همه چیز منم، عالم منم، گپ منه، کسی به دنیا وجود نداره جز من، فکر متعقل و مفکر من، همه چیز خود منم. شخصی که خواسته باشه او رو بر روش نیکو و بر روش صالح قناعت بده، ما او شخص رو میخواهیم که در تربیت این نوجوان کوشا باشه و ایر بر روش خود از او تربیت بکنه. اگر با این نوجوان ما خواسته باشیم که به زور یک کار رو برای ازی به اجبار به قبولانیم، خامخواه او این کار رو قبول نمیکنه و رو به اینات میگذاره و فکر میکنه بزی زندگی تنها اونه و خود تنها احساس میکنه و هیچ کس پشتیبان خود قرار نمیده. از این خاطر خوبه که همراه از او همکار باشیم، همیار باشیم و همراه باشیم تا ای که به مرحله جوانی پا درست بگذاره و انشالله که ما خود ما بتونیم درست خود تربیه بکنیم و بعدش در مراحل تربیتی نونهالان، نوجوانان و جوانان کوشش بکنیم. انشالله. انشالله.